درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنیم. روز دوشنبه است و نهم از ماه ژانویه. خدمت شما عرض کنم که معمولا اینجا یک نگاهی میکنیم به دیوان سعدی و بعد میپردازیم به بقیه مطالب. اگر اجازه بفرمایید یک غزل برای شما میخوانیم. یادمان نرود شنیدم که ملایان و آخوندها، عرض میکنم که رفته رفته قیچی برداشتن در انقطاع این جریان فرهنگی عظیم ایران زمین و جانشین کردن اون با احادیث امام جعفر صادق علیه السلام. و به طور کل در جای خوندم از قلم استاد شفیعی کدکنی که میگوید من بیم اون دارم که یک روزی برسد که بچه‌های ایران سعدی رو نشناسن. اگر این در واقع تسلسل فرهنگی و این رشته نیرومند فرهنگی منقطع بشود با این انحطاط و با این ادبار، مصیبت بزرگ اونجاست. مصیبت بزرگ دزدیدن پول نفت نیست. مصیبت بزرگ اونجاست که ما ندانیم که هستیم و هویت ایرانی خود رو نشناسیم و اون رو از دست بدهیم. اون موقع هر بچه آخوندی پیدا بشه دنبالش را میفته. خب میگوید ما در خلوت به روی خلق ببستیم، از همه باز آمدیم و با تو نشستیم. هرچه نپیوند یار بود بریدیم، ونچه نپیمان دوست بود شکستیم. مردم هوشیار از این معامله دورند، شاید اگر عیب ما کنند که مستیم. شاکر نعمت به هر طریق که بودیم، داعی دولت به هر مقام که هستیم. در همه چشمی عزیز و نزد تو خاریم، در همه عالم بلند و پیش تو پستیم. ای بت صاحب دلان مشاهده بنمای، تا تو ببینیم و خویشتن نپرستیم. دیده نگه داشتیم تا نرود دل، با همه عیاری از کمند نجستیم. تا تو اجازت دهی که در قدمم ریز، جان گرامی نهاده بر کف دستیم. دوستی آن سعدیا که بماند، عهد وفا هم بر این قرار که بستیم. به 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 این غزل زیبا و کم نظیر. خدمت شما عرض کنم که اخبار در واقع تحت شعاع این فوت رفسنجانی است، یک گروهی شادی میکنن، تبریک میگویند. این داستان مردن برای همه هست. من به یاد دارم یک روزی یه بارم عرض کردم داشتم میرفتم این وستوود، اونجا آقای خلیلی رو ببینم، اینا دیدم که مرحوم سوسن بالا میگوید که بیل و کلنگ و تیشه ایران مال ما میشه، یه دم تنبک میزنن یه دم دارن باسن میچرخانند و اینا. چه مناسبتی داره امروز؟ ما همیشه بیخبر از همه جا هستیم. آمدیم و رفتیم آقای خلیلی اینا، گفتیم آقا این جلو این فدرال بیلدینگ چه خبره؟ آخه مگه نمیدونه خمینی مرده؟ گفتیم آقا عجب داستانیست. خمینی مرد ملعونی بود، آدم جنایتکاری بود، همه اینا بود، ولی این در این سنت نیست برای مرگ تنبک زدن و باسن چرخانیدن. این اصلا از سنت همه دنیا دوره. ما مردم باید اونقدر شهامت و دلاوری داشته باشیم که ظالمان و آدم کشان تا زمانی که زنده هستن رویاروشون بیستیم. بر مرده رقصیدن که نمیشود، که کاری برای ما انجام نمیشه. خب این آدم جنایتکاری بوده مرده،
بیشتر مفاسد رژیم و سیاست‌های رژیم دست این بابا بوده. روباهی بود این آقا. حالا دیدم که یک عده ای از این آقا، درد ما درد نبود روشنفکریه. گرفتاری ما نبود روشنفکر درست حسابی است آقا. یک عده نوشتن که این صدای استدلال بود، Voice of Reason. یکی میگوید که این پرگماتیک بود. آقا یک آخوند نکبتی بود، اینم مثل بقیه آخوندها. چه پرگماتیسمی؟ کدام ریزن؟ این لاتائلات را غربی ها میگویند، ایرانی هم تکرار میکنن. این که he was a pragmatic politician، این کار غربی هاست. He was voice of reason. کدام ریزن؟ چه داستانی؟ یه مرد هیلگر حقباز، عرض میکنم که کفتاری بود مثل بقیه کفتارها و بسیاری از مصائب ملت ایران هم زیر سر این آقا بود. ادامه جنگ، کشته شدن هزاران هزار نفر در اون طول مدتی که این با آقا باعث شده بود، مسلط کردن سپاه پاسداران، آوردن سید علی خامنه ای، دروغ گفتن و به تخت نشاندن سید علی خامنه ای، همه اینا مگه کار این نبود؟ آره چه شد؟ چه کرد این که یک مرتبه محبوب القلوب یک عده ای شد؟ دارم برای زاری میکنم. تا روزگاری که ما این آخوند رو بر اون آخوند ترجیح مینهیم، یعنی ما هنوز گیج مسائل آخوندی هستیم، آخوند رو جدی گرفتیم. آقا آخوند پدیده جدی نیست، یک عرض میکنم زباله است که تاریخ مصرفش چند قرن از بین رفته. دوستان اینا دیگه به زور دارن خودشون بر جامعه تحمیل میکنن، کسی آخوند لازم نداره. آقا بارها عرض کردم، فرض کنید که از این ارباب حرف مثل لوله کش و آهنگر و نمیدونم نانوا و اینا یکیش نیاد کار جامعه لنگه. آخوند اگه نیاد سر کارش، فقط یک مزاحم از سر جامعه کم شده. تا روزگاری که یک آخوند در تمام ایران مصدر امری هست، این کشور به جایی نمیرسه. یک آخوند، ما که نمیتوانیم گاری رو دوباره اختراع کنیم که بریم نگاه کنیم ببینیم آقا داستان سیاست در جهان چگونه بوده. از روزگار قدیم، از افلاطون تا لاک و عرض میکنم استوارت میل و اینها نشستن آقا در باب این قضیه که جامعه چگونه باید اداره بشه فکر کردن. آخر کار به این نتیجه رسیدن که دیکتاتوری یک کار بیعقلی است، دیکتاتور آدم بیعقلی است و جامعه دیکتاتور زده به جایی نمیرسه و عدل برقرار نمیشه و دیکتاتور یک موجود مزاحمی است که سرانجامش به فساد فرو رفتنه و هرچه قدرت بیشتر فساد بیشتر. این است که آمدن محدود کردن قدرت رو و سیستم های همین لیبرالیسم مغرب زمین که ازش دموکراسی برخواسته این رو بهترین سیستم دانستن با همه کاستی هاش. ما دل خوش کردیم که این آخوند اینطور بود، اون آخوند اونطور بود و میریم رای میدهیم به این آخوند و به اون آخوند و اینها. این یکی از اون بهتره، این بازیاره، اینا رو بلدن اینها. اینا داستانشون داستان تعزیه خونهاست. تعزیه خونها این مش آدم های حرفه‌ای بودن در روزگار کودکی ما. می اومدن یکی شمر می شد یکی حسین، بعد اینا که نشسته بودن تماشاگران باورشون می شد که راستاسی این شمره. بعضی وقتا همین اخیراً شنیدن می دیزن سر شمر کتک می زن. و واقعا اون حسینه. وقتی هم یه آنتراک میدادن بیچاره ها، اون زمان که پول نبود، که خیلی پول کم بود،
نمیدونم نیم من گندم این بهش میداد، نمیدونم 4 کیلو کشمش اون میداد، اینا به شم، به حسین و به شم که نمیدادن. شم که میومد و دعا میخوند و اینا چیزی بهش نمیدادن. ولی اینا بازی اینا بود، این یه جور تئاتر بود. و بعد که مردم میرفتن، خب اینا همه دستشون توی یه کاسه بود دیگه، اینا رفقا بودن، اینا همشون مثل همه، هیچ فرقی نمیکنه، هیچ تفاوتی ندارد آخوند رفسنجانی و این آخوند دیگر. داستان در واقع خدمت شما عرض میکنم که رستگاری به قول سعدی فلاح در این جامعه نخواهد آمد تا روزگاری که آخوند و قواعد و قوانین شرع بر این جامعه حاکم است. بزرگترین مزاحم آزادی امروز بیت رهبری یعنی ولایت فقیه و سپاه پاسداران و نهادهای وابسته است. تا اینها رو ما براندازی نکنیم، ما که عرض میکنم ما ملت ایران، و قیافه نحس آخوند رو از صحنه بیرون نکنیم و اینها رو به قم و به مسجد نفرستیم و به سر قبرها که جایگاه اصلی اونهاست و قرآن به دستشون ندهیم همون سر قبرها بخوانن که کارشون بوده و شغل اصلیشون اون بوده، این کشور به جایی نخواهد رسید. یک جای عجیب غریبی است ایران. دوست محترمی دارم تازه از ایران اومدن، آقا ایشون میگن که اصلا معلوم نیست کی به کی هست، همه دارن غارت میکنن، دولتی ها کلهم اجمعین به غارت مشغول هستن. چه غارت ها آقا، در روزگار قدیم مردم آزاد بودند، اگر فسادی هم بود دست یک عده معدود بود، معدود، اونم نه در این اشل و نه در این حد. گفتن آقا وارد سیاست نشید، شما کاری نداشته باشید به سیاست، برید هر کار میخواید بکنید، هر لباسی میخواید بپوشید، مسافرت هر جا میخواید بروید، نه دولت به شما کار دارد نه شما به دولت کار داشته باشید. خب این بسیار عیب بزرگی بود، اما مردم نفس میکشیدن. یه طوری شده است که روزگار قدیم، روزگار پادشاهی رویا شده برای عده‌ای. واسفاها میکنند حتی جوانهایی که اون دوره ندیدن. خفه کردن مردم رو اینها، بیمار کردن مردم رو، همین دار دست رفسنجانی و بقیه. من همه اینا رو یه جور میبینم، مثل کفتارها که هم مثل همه. که بله این چیز امام بود و بلبل امام بود و نمیدونم، حالا بایستی همونجا چالش کنن و پول مردم رو به چه اجازه ای؟ آقا از مردم اجازه گرفته شد که میخوان این همه سرمایه ملی رو صرف این اون ملعون بکنن؟ این آخوند دوزاری به قول عوام میگن دوزاری. حالا این آقا رو بخواهم بزن اینجا امامزاده یه همچی چیزی هم درست کرده بودن در قبرستان بقیه، چند تن از ائمه اطهار زیر یک گنبد گذاشته بودن که این سعودی ها آمدن بلدوزر انداختن، الحمدلله رب العالمین صاف کردن و خیلی مرتب و منظم. خب یه بابای آمد با کلیدش، گفتن دیگه باید بریم به این رأی بدیم، این کار رو درست میکنه. صد رحمت به احمدی نژاد، لااقل یه سر و صدای میکرد، یک میمون بازی در میآورد، میخندیدن مردم، یه چیزهایی میگفت، دائم این به صحنه بود، دائم این مطرح بود، لااقل خنده داشت. یکی خنده دارم نیست این آقا. این آقای روحانی چه کرده برای شما؟ شما که رفتی رأی دادی رو عرض میکنم. تازه آمده مرد و ما چی کار کنیم؟ وقتی گورخواب پیدا شد، این دیگه یه چیزی بود که خود اینها نمیتونستن راجبش سکوت اختیار کنن. آمده میگه که مرد و ما چی کار کنیم؟ و بعد گفتن مشکل حل شد. چگونه حل شد؟ رفتن با چوب و چماق زدن اینا رو بیرونشون کردن، معلوم است کجا فرستادن گورخواب. اقلا یه گوری پیدا کرده بودن توش میخوابیدن، زنده بودن، گورم ازشون گرفتن.
صف میکشیم و رای میدیم. آقا رای برای چه میدی برادر من، خواهر من؟ رای به کی میدی آقا؟ چرا رای میدی؟ رای برای تغییر مگه نیست؟ رای میدهیم برای تغییر اوضاع، مگه غیر از اینه؟ این دو، این مملکت آمریکا، اگر خدا رئیس جمهور باشه و سرزمین آمریکا رو از طلا پوشانده باشه، میگن ما we need change، خسته شدیم از این 8 ساله. میرن رای میدن، آقا رو میندازن بیرون، یه آدم جدید میارن. خوب بود 4 سال نگهش میدارن، 4 سال دیگر نبود، همون 4 سال میندازنش بیرون. علت پیشرفت و گسترش آمریکا همین 2-3 کلمه‌ای بود که من عرض کردم خدمتتون، یعنی محدود کردن قدرت. نه یه بابایی رو میارن میشونن از 12 سالگی، عادت ما ایرانیان بوده، از 12 سالگی مردی که مینشست اونجا 80-90 سال بعدش هم تازه این بودش. مطمئنن بچه ها میگفتن بابا این آقاه اونجا چماق دستشه، این از کی بوده؟ میگه بابا جون من نمیدونم، من از پدر بزرگم شنیدم که این بوده، پس کی قراره این سقط بشه؟ نمیشه فعلا. آرزومون این بود که دیکتاتور بمیره. این بعضی چیزا ضربون مثل هست، ما از این ضربون مثل ها میفهمیم که ذهنیت مردمان ما چگونه بوده. گفتن اینکه میخواستن بکشن سلطان محمود، گفتن حکم اعدام پسرتو صادر کردن، گفت خدا از سلطان محمود بزرگتره، و بعد سلطان محمود شب مرد و اون بچه نجات پیدا کرد. یعنی یک کسی که به ستم میخواستن اون رو بکشن، فقط مرگ اون بابا نجاتش داده. داستان ما خیلی 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 غم انگیزه هموطنان، واقعا باور کنید که نگفتنیست. خب اجازه بفرمایید که ببینیم سپهر چه دارن در آرشیو موسیقی. یه مطلبی هم عرض کنم، با اون این که آقای محمد صدیقی پارسی، برادر مرحوم استاد پرویز یاحقی، تلفن کرده بودن امروز، من فرصت نکردم چون در حال عجله بودم بیام خدمت شما، که مطالبی که گفته شد در این برنامه درست نبود و ایشون در واقع میخواهند که بیایند در این برنامه. ما به ایشون خوش آمد خواهیم گفت هر موقع که بخوان، این تریبون در دستشون که هر چه میخواهند در باب برادر بزرگوار هنرمندشون بگویند. قرار است که تا 2 ساعت دیگه بنده زنگ بزنن، یه قراری میگذاریم و به اطلاع شما میرسانیم که که این صحبت اتفاق خواهد افتاد. اجازه فرمایید که موسیقی بشنویم و برگردیم خدمتتون. هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم. جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-06-07 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید. با درود دوباره هموطنان گرامی، عرض کنم که این کلاگیس ما با زحمت شده.
بعضی گفتن که آقا کلاگیز سرش رنگش هم میکنه. خب اگه کلاگیزه دیگه چرا رنگش میمه؟ کلاگیز رو رنگ میکنن آقا. بگذاریم، ما دنباله داستان بابک رو میگیریم از تاریخ نامه طبری و ما بایستی به طور دائم یادآور قهرمانی های دلاوران ایران زمین برای استقلال ایران، اینا از اینا بایستی ما مرتب یادآوری کنیم، گم نکنیم. این آخونده دیدید داستان حسین رو فراموش نمی کنن، مرتب یادآوری میکنن، سالی یه ماه مردم رو تحریک میکنن به گریه و به سر زدن و زنجیر زدن و چاقو کشیدن و شتر سر بریدن و از این کارها که دکانشون گرم بماند. اما ما مردم حافظه تاریخی خیلی ضعیفی داریم، خیلی ضعیف. این همه بزرگان که در تاریخ مملکت ما بودن، این همه جانهای درخشان که از دست رفت برای حفظ حیثیت این ملت و این سرزمین پاک مقدس که ایران زمین گفته می شود، در هیچ فرهنگی نیست. و بعض اوقات آدم تعجب میکنه، مثلا همین ترکمنستان هست، اینا تیمور لنگ رو عکسش رو به دیوار کوبیدن و اونجایی که با شمشیر گرفته بوده قتل عام کرده بوده که اینا مال ما بوده و افتخار میکنن به تیمور لنگ. یه بابای بوده دراکولا، شاهزاده بوده، اسمش هم دراکولا بوده، در همین یکی از این کشورهایی که تقسیم شد در یوگسلاوی، سرب بوده، سربستان. این دراکولا دشمنای پدرش و خودش رو سر میبرید توی تشت، بعد نان میآورد و میخورد، نان میزد تو خون و نوش جام میکرد. این حقایق تاریخیشه، شاهزاده دراکولا، که بعد اون رمان نویس انگلیسی یک رمان نوشت به نام کنت دراکولا که فیلم ها ازش ساخته شد و خیلی خیلی مشهوره سینمای انگلیس و بعد آمریکایی‌ها هم ساختن چندین فیلم دراکولا که البته یک حواشی بهش اضافه کردن و اینها، که این دندون‌های اونچنان داشت و هر کسی هم خونش رو می‌مکید اون هم دندون در می‌آورد و اون هم خونخوار می‌شد، از این داستان ساخت. ولی حقیقتا همین است که این شاهزاده بود و خون می‌خورد. یک زمانی به امر پاپ اینو انداختن زندان، اون تو موش‌ها اگه میتونست کبوتری بگیره اونو اونجا میگیره و خونشو میخورد. حالا موزه ساختن براش، مایه افتخار همین سربیاس، سربستانیا. شمشیرش به دیوار هست، عکس محترمش ها نشونش بدین. بله همین آقا، دمت گرم. بله این آقا، این شاهزاده دراکولا، این کوروش کبیر سرب هاست و نشونم دادن که خونخوار هستن. وقتی که اینا از بین رفت یوگسلاوی، اینا مسلمان های بیچاره رو اونجا سر می بریدن، با لگد می زدن، فوتبال بازی می کردن با سر مسلمان های بیچاره. این آقا و چه افتخاری می کنن به این، و ما می نشینیم می گوییم کوروش اینطور بود، نمیدونم انوشیروان اونطور بود، بعد برادران توده‌ایمون هم که ظاهر شدن یه بالکل حیثیت تاریخ مملکت ما رو بردن، یکی دو نسل رو بی‌هویت کردن. حالا شما کوروش رو به نفع استالین تخریب میکنید، من نمیدونم این چگونه بیماری است. لااقل انقدر شرافت آدم باید داشته باشه که پا روی حقایق تاریخی نذاره. حالا فرض کنیم یه عده بودن ناآگاه به حرفای شما گوش دادن، خود شما وجدان مگه ندارید؟ آقا این وجدان خیلی چیز خوبی است. در روزگار نوجوانی ما
این مخلص همیشه این طرف خط بودم، معنیش رو نمیفهمیدم، معنی توده‌ای بازی رو نمیخواستم بفهم. بسیاری موارد یه حافظی زیر بغل ما بود، اکثر مواقع شاهنامه اینجا اونجا هر جا میرفتیم. بعد اینا میخندیدن یه لبخندی که آقا به جای کاپیتال مرداشت شاهنامه زده زیر بغل، چی میگه فلا. مایه ننگ بود، طوری شده بود که هر چیز ایرانی مایه ننگ بود. این رو کسانی که همسن و سال من هستن میدانن. این آقای ذبیح الله منصوری نویسنده چرب دستی بود، رمان تاریخی می نوشت، اما قلم ایرانی رو کسی نمی خرید در تهران. باید یه اسم خارجی بود تا می خریدن. اینه که این خودش می نوشت خواجه تاجدار، بعد می نوشت ژانگوره. حالا پیدا کن پرتغال فروش را، ژانگوره کیه؟ ژانگوره یعنی چی؟ عارف دهیمدار، کریستوفر کریستنسون مثلا، فرق نمی کرد دیگه. ولی هرچی نگاه می کردیم این یه بیوگرافی از این کریستنسون، شما می بینید هیچی نیست. خودش اختراع می کرد که مردم بخونن، چون خارجی خوب بود، ایرانی چیز خرابی بود. جشنم که می گرفتیم آب از فرانسه می آوردیم، غذای ایرانی خوب نبود از نظر بسیاری. در جاهای خیلی بلند زبان رسمی زبان فرانسه بود، زبان فرانسه. این مرحوم بازرگان که بسیار مرد درستکار و امین و شرافتمندی بود، این مرد، حالا بگذاریم اونقدر این مرد عشق اسلام کلش افتاده بود که بر همه چیز مقدم داشت اسلام، گرفتاری و مشکلش هم همین بود. میگوید که من در فرانسه که بودم از اون نخستین دانشجویانی بود که زمان رضا شاه فرستادن خارج. میگوید من میامدم ایران، اون یه ما تعطیل یا دو ما تعطیل، هر چی بود سه ما تعطیل، میامدم سوار اتوبوس میشدم و میرفتم این طرف و اون طرف تماشای ایالات ایران. یک روز سوار اتوبوس شدیم، هوا خیلی گرم بود، آقای راننده ایستاد پشت سری کمپرسی پر مرغ بود که دستشون بسته بودن، انداخته بودن تو این گرما کمپرسی. و این راننده رفت، خب دیگرانم پیاده شدن، یه 5 دقیقه 6 دقیقه 10 دقیقه و سوار شدیم. بیدیم آقا از راننده خبر نیست، 10 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت سه رو ما پیاده شدیم، رفتیم دیدیم که آقای راننده این طرف منقل نشسته، قهوه چی اون طرف، بساط وافور و تریاکشون به راه، مشغول کشیدن و گفتگو و اینا، نه انگاری که 40 نفر توی اتوبوس دارن گرما میخورن. گفت ما آمدیم و شروع کردیم ببخشید به سر و صدا کردن که آقا این چه وضعشه، این آقا رفته نشسته داره این کارو میکنه. گفت که این من فکر کردم حالا از من پشتیبانی میکنن. گفتم بچه بشین، تو چقدر عجله داری، آقای راننده خودش میدونه داره چیکار میکنه. گفت خیلی خوب، ما خفه شد. آقای راننده بعد از این خوب کاراشو کرد اومد نشست و ما آمدیم اینو مقاله کردیم و بردیم در یک روزنامه‌ای با مدیر صحبت کردیم، ادیتور این چیف اینجا میگوین. گفتیم که آقا یه همچی مقاله‌ای من دارم. گفت بله بیارید و اینا. مقاله رو بردیم دادیم، هیچ خبری نشد. هفته اول، هفته دوم، یه 2 ماه گذشت، رفتیم پیش اون آقا، گفتیم آقا مقاله ما دادیم شما چاپ نکردین، خودتون گفتین. گفت مقاله چی؟ گفتم مقاله دیگه، خودتون صحبت کردم. گفت کی نوشته بود؟ به قلم کی؟ گفتم خودم. گفت برو بابا، قلم تو بود؟ خودم جوونی بوده دیگه، اگه یه خارجی کسی بنویسه ما چاپ میکنیم، ولی قلم تو جوون به چه درد ما میخوره که ما چاپ هم بکنیم. حالا اینم از اون داستانا. نوروز هم داشت، جاشو عوض میکرد با ژانویه،
تعطیلات ژانویه نیست؟ مال آمریکایی‌ها؟ دوستی دارم در اورنج کانتی مدیر هتل هیلتون بوده. ایشون می‌فرمودن که وقتی می‌خواست ژانویه بشه، شب ژانویه بشه، بی خود مملکت که سقوط نکرد که بابا جان. هی نشینیم بگیم که نمی‌دونم نفتی ها کردن. میگفت دو ماه جلوتر همه صندلی ها رزرو میشد. کیا میکردن؟ شیعیان علی. آقا من مسلمان ها ایرانیان. ایرانیان اگه گفت اگر ارامنه میکردن یه معنی میداد. ایرانیان مسلمان شیعه شوق و ذوقشون برای برگزاری تعطیلات کریسمس بیشتر بود. اگه شما میرفتید هیلتون هتل اون شب ممکن بود یکی دوتا مسیحی هم پیدا نکنی. نوروز که میشد دیگه تعطیل بود دیگه، نه تخم مرغ رنگی بود نه نمیدونم اون سنت های قدیم بود، درارم میبستن میگفتن که صاحب این خانه برای تعطیلات رفته است که در میبست کسی راه نده. همه کارهایی که ایرانی بود و به ایران مربوط میشد اینها کمرنگ شده بود. کمرنگ شدن چه بیرنگ شده بود. حالا بگذاریم چهار تا موسیقیدان بودن، این بیچاره از قدیم تعلیمات دیده بودن، اما همش کار صدا از جیب ما میاد میپیچه روی میز. دوست عزیز بله این قصه دراز است به قرآن که نپرس. باری همه اینها از کجا آمد؟ از این داستان بابک خرمدین یا بابک خرمی. اجازه بدید ببینیم. الو بفرمایید. بدای شما آقای مشیری، شما هر چیز راجع به آخونده بگید کم گفتید. ما باید ملت رو تربیت بکنیم، ملتی که ظرف یک ماه نزدیک 7 میلیارد تومان تو جماران پول جمع میشه، این ملتی که مقصره. به خدا آخوند مقصر نی، آخوند سواری میخواد که ما ملت داریم بهش میدیم. قبول میکنم، ملت کنید، قبول میکنم از شما. هوشیار کنید، به این مردم اطلاع رسانی کنید. آخوند میدونیم بده، بله ما ملت مقصریم. خواهش میکنم که بله 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 متوجه فرمایش شدن. خیلی ممنون، حتما هوشیار بشم. قربون شما، درست میگن آقا، درست میفرما. یک طرف معادله آخونده، یک طرفش ملته. ملت و کار خودشو بکنه. یک چیزای هست ناگفتنی. ببینید ما مردم صاحب فرهنگ ایرانی یک سیستم استبدادی آمده بر ما حاکم شد. یک کارهای ما نمیتوانیم بکنیم، بسیار خوب، ولی کاری که میتوانیم بکنیم انجام بدیم. من شنیدم یک جیوجب جای تمیز دیگه در کنار دریای مازندران نیست. همه ما آشغال دیختیم، روغن ماشین خالی کردیم، نمیدونم شیشهشو یا اون حلبیشو انداختیم اونجا. حیات وحش رو برانداختیم، قاچاق. اون بیوجدانی که مسئول پاسداری از گوزنای ایران زمینه در فلان پارک، پارک ملی، پارتی بازی میکنه. یا معلم سابقش پیدا میشه اونجا، میگه خب اشکالی نداره شما 4 تا آهو میتونید بکشید. حیات وحشی برای ایران نمونده. لااقل دیگه چرز کنم میتوانیم سنگ نزنیم پای گربه و سگ رو نشکنیم یا نمیتوانیم؟ اینا دیگه دست خود ماست. ای دادی بیداد. خب اجازه بدید که اینجا حدیث سنباد مغ
اینا که میگویند که ایرانی ها خیلی به سرعت مسلمان شدند و اینها، یه حرف مزخرف لاتایلی است. چه مایه جنگ ها شد، اینا اشاراتش اینجا آمده، بعد از ابو مسلم سنباد مغ المغنع تا برسیم به بابک، بعد زنادقه یعنی کسانی که اسلام رو قبول نداشتن و در واقع ابتدا پیروان مانی رو میگفتن زندیق، بعد علل عموم همه کسانی که نفی اسلام میکردن زندیق گفتن. از ببینین دو تا هموطن هم تشریف دارن. افتخار اینو پیدا کردم بعد از 10 سال، بس 10 سال پیش این افتخار رو پیدا کردم با تو حرف بزنم از کردستان ایران. بله بله، خوشحالم عزیزم صداتونو میشنوم. خیلی خیلی خوشحالم استاد میتونی که صداتو شنیدم، خیلی خیلی خوشحالم. قربونتون برم عزیزم، امرتون رو بفرمایید. ارادتمندم استاد. به دو تا بنده بچه هم میگه شما تلسمی های مشیری شدید، یعنی 15 ساله استاد. دو تا سوال خدمتتون داره. یکی این است که در مورد موسیقی وقتی حرف میزنید، شما بیشتر توجه دارید به کسانی که به هنرمندانی که فارس زبان بودن، اما در این کردستان در آذربایجان به خصوص در این کردستان یک حسن زیرکی بود که اصلا نمونه نداشت، استاد مشیری تا حالا اشاره نکردی به آذری ها به کردها، به خود این حسن زیرک در این کردستان خیلی خیلی سواد هم نداشت، با استاد تجویدی، استاد شهناز، استاد عبادی اینا کار کردن در تهران با استاد میرزاده. این سوال اینه که به غیر به لهجه های دیگه هم به آذربایجان همینطور به لرستان به کردستان صحبت کنید، بزرگ مردان رو اسم ببرید، نام برای شما خلاصه جایگاهی داری در بین ملت. سوال دوم این بود که کردهای ما میگن که ما تاریخ 2715 سال داریم، آیا این واقعیت؟ کردها میگوین؟ الو تشریف بردن والا. اگر در باب کردها صحبت میکنین تاریخ باید بیشتر از این باشه. در باب آذربایجان من بسیار صحبت کردم عزیزم، و دلیری های مردم آذربایجان در نگهداشت ایران، پشت سر منم که نگاه بکنید از 4 نفری که هستن 2 نفرش از آذربایجان هم، ستارخان رو ملازم میکنید، احمد کسروی. اما از شما سپاسگزارم دوست عزیز که تشریف آوردید، مرتبتون رو فرمودید، ممنونم از شما. خب اجازه بدید ما برویم اینجا و اخبار بابک خرمی را برای شما بخوانیم. بله خب، اینجا خواندیم که معتصم به رومم حمله کرد و چنین و چنان، این داستانمون سرهنگ رو هم گفتیم خدمتتون. خب و گفتم خدمت شما که وقتی که قدم به قدم سپاه افشین رفتن بابک رو در حصار تقریبا محاصره کرده بودن، از اونجا بانگ آواز بربت و رود و سرود و پای کوفتن و شراب خوردن شنیدندی. خرمدین بودن دیگه، چون اسلام گرایشش به رنج و اندوه و بدبختی است، علل خصوص شیعه که کارش گریه است از بام تا شام. گریه کنید آقا، برای چی گریه کنیم؟ به چه دلیل گریه کنیم؟ خیلی خوب، خیلی علاقه مندیم به حضرت امام حسین علیه السلام، یه روز گریه، اجازه بدید گریه کنیم. میگه نه، دائم گریه کنید. هر چیزی که
نشاطی درش هست، شادی هست و روح انسان رو سیراب میکنه حرامه. بنابراین خرم دینان که آمدن در واقع این پروتستان ها بودند علیه جوهر اسلام که غم و رنج و درد و اندوهه. خوشحالیش فقط زمانی است که غارتی بکنه. غارت جزء لاینفک تعلیمات اسلامی است. یعنی سلطان محمود غزنوی، سلطان قاضی زیر پرچم اسلام 12 بار هند غارت کرد. یعنی حملات سلطان محمود اونقدر سهمگین بوده که چیزی نمونده بود به طور کل فرهنگ هندوستان منهدم بشه. تیمور لنگ هم همینطور و بسیارانی دیگر از این خونخواران تاریخ که از زمینه اسلام بلند شده بودن یا خونخوارانی بودن که اسلام رو موافق طبع خود دیدن، گفتن خیلی خوب، حالا به نام دین هم می رویم، کشتاری می کنیم، به اسارت می آوریم. تا همین زمان محمد شاه و اینا فریاد می زدن که ما باید برده فروشی بکنیم. شما فکرشو بکنید، دین خدایی برده فروش، کیو داری می فروشی؟ یه آدم آزادی رو داره زندگی می کنه، سربلنده، داره حیات خودش رو با شرافت تأمین میکنه، اینو بریم دست و پاش رو ببندیم یا یکی بندازیمش جلو شطور بدوانیم تا مدینه، اونجا خودش یک سو، زنش رو یک سو بذاریم، بچه هاش غلام کنیم و بفروشیم به بردگی. حالا بیا با این آقایو صحبت کن، با این آخوندا، آقا چی میگی برده فروشی؟ داستان برده فروشی چیست آقا در اسلام؟ هیچ جوابی ندارن بدن جز مغلطه. اینا هیچی تو دستشون نیست. هی میگن آقا شما یه آخوندی چیزی مناظره. اینا که مانا اهل مناظره نیستن. چیزی ندارن جز مغلطه و دروغ. یه مناظره هم بخوام بکنن. خب. افشین گفت که این بار که سپاه بابک از قلعه بیرون آمد یک تعدادی آدم فرستادی جای دیگه، گفت شما از پشت و ما از جلو اینا رو در میان میگیریم و چنین کردن و بعد دیگه دیگر نیارستند آمدن. یعنی سپاه بابک دیگه جرات نمی کردن بیان بیرون از ترس اینکه دوباره محاصره نشه. درود مجدد هموطنان. آقای دکتر تفضلی مرحمت کردن، از اتریش زنگ زدن، از لطفشون سپاسگزارم. دوستان گفتن این آقای دراکولا رومانیایی بوده. حالا من رفتم منزل نگاه میکنم و بعد هموطن دیگری گفتن بعد در جنگی که بین عثمانی ها و این آقا شد در زمان سلطان محمد فاتح، سر این آقا رو بریدن و بردن به ترکیه. این اگه پیداش میکردیم میمدیم کنار امام خاکش میکردیم، این درست میشد. بعضمون سه مثلث، در واقع یه مثلث جالبی میشد. خب پس بابک میگوید یک روز پیش از اون که افشین برنشست با سپاه، از حصار بیرون شد و گرداگرد حصار بدون کوها اندر کمین کردند و دلیلان بیامدند و افشین را بگفتند و افشین اون روز به نزدیک حصار دورتر بیستاد که هر روزی ایستادی و دلیلان را گفت بنگری که کمینگاه ایشان کجاست. دلیل عرض کردم یعنی راهنما. بله هرچند طلب کردن نیافتند، شبانگاه بازگشتند و دیگر روز بابک بیامد و به جایی که دیک نوشته است دال یه و که ایستاده بود بیستاد و دلیلان فرستاد به طلب کمینگاه و
عقبه ای بر سر کوه بود و اونجا کمینگاه بود. افشین بخارا خدیو را گفت تو با یاران بر سر عقبه بیست تا از اون راه کسی به سوی ما اندر نیاید که شاید بودن که بر اون راه اندر به زیر عقبه کمینگاه بود. و همچنان بود که او اندیشیده بود. مردمان بابک به زیر اون جایگاه اندر کمین کرده بودند برون که چون افشین اندر گذرد از اونجا و نزدیک حصار فرود آید ایشان بدون را اندر آیند. چون افشین بخارا خدیو را بدون جا بفرستاد و اون راه بگرفت، اون تدبیر ایشان باطل شد. این آقای افشین استاد جنگ های کوهستانی بوده. عربا مطلقا جنگ کوهستانی بلد نبودن. یکی از گرفتاری های ایرانیان در جنگ قادسیه، یه مطلب مهمی هم میخوام اینجا اشاره کنم. ما هی نشستیم و میگوییم که آقا این ساسانیان چنین بودن و ساسانیان چنین فاسد بودن و چند شیوخ زرتشتی چنین ستم میکردن و از این حرفا میزنیم. برای من دوستی مسئله آوردم، قانع شد. گفتم ببینید آقا، فرض کنید یک کسی یک بیزنسمنه، ایشون موفق میشه، شروع میکنه ثروتش توسعه دادن. بله آقا، این آقا خیلی داناست چنین و چنان، اصلا بچم که بود مدیریتش خوب بود و چنان. چرا؟ چون موفق شد. ولی اگه بیاد و بی تقصیرم ورشکست بشه، آقا این اصلا شبا تا صبح پشت منقل بود، آقا این قمارباز بود، هی هر چی بهش بگیم میچسبه دیگه، چون ورشکست شده نمیشه ازش دفاع کرد. ما یه جنگ رو باختیم. همه گرفتاری های ما این بوده در روز قادسیه که یک جنرال درست حسابی نداشتیم. و سلام، اگر یک جنرال درست حسابی اینجا بود این عربا رو شکست میداد و تا مدینه میدوانید، حالا ما چه چیزها میگفتیم در حق ساسانیان؟ چه یک کلام از این سخنانی که امروز میگوییم به همون ساسانیان که اون حرفا رو میزدیم و میزنیم به خاطر شکست، حالا بارونش رو میگفتیم. در حالی که همه مطلب سر یه جنرال درست بوده مثل بهرام چوبین، این یک آدم بیار بی ارزه نمیدونم نالایقی بوده این رستم. چون شکست خوردیم، حالا دیگه هر چه بگیم در حق ساسانیان درسته، میچسبه به خاطر شکست خوردیم. ببینید چه چیزایی تو رستم و تواریخ هست راجب شاه سلطان حسین بدبخت. آقا اینطور نبوده که این رستم و تواریخ میگه که این آقا میومد به خانمش میایستاد 400 تا خر نرخر میآوردن، 400 خر ماده میآوردن و این خرا رو قاطی میکردن و اینها با شاه با خانمش ایستاده روی چیز حظ میبردن، از حظ قش میکردن. آقا کدوم پادشاه میاد همچی کاری بکنه؟ حالا چرا؟ چون شاه سلطان حسین نه بدبخت بعد عاقبت خرافاتی بود، محمود افغان آمده بود این رو تاج گذاشت سر اون، این چیزا رو بستن بشه تاریخ هم نوشتن. مثلا اتفاقا این بدبخت خیلی هم مؤمن بوده. بله میمد این علاقا رو نگاه میکرد که این علاقا چیز میکردن این خودش و خانماش میستادن توی پنجره و تماشا میکردن و پیش ایوان کاخ و این خرار رو نگاه میکردن و حض میبردن. این مزخرفات چیه؟ رستم و تواریخ، هر اراجیفی بگید این مرد گفته. داستان ما هم همینه. خب و هر روزی افشین همچنین کردی از بامداد بیامدی با سپاه بر سر کوها و تا یک میل از حصار بیستادی و بخارا خدیو را بر سر اون جایگاه به پا کردی و ایدون گفت که باید ما جایگاه کمین ایشان بدانیم و ایشان را از اونجا برانیم، ما را از این جایگاه بیشتر نباید شدن. و هر روزی پیش از اون افشین بیامدی، مردمان بابک از کمینها
گرد آمدندی و کس جایگاه ایشان ندانستی و چون افشین با سپاه بازگشتی ایشان از کمینگاه بازگشتندی و به حصار اندر رفتندی. پس یک روز چون وقت بازگشتن سپاه افشین بود بازگشت و به آخر همه جعفر ابن دینار بازگشتی. چون جعفر اون روز بازگشت با وی مقدار 3000 مرد بود و لختی باز پس مانده. از پس او مردمان حصار کمین بگشادند و سواری 10 بیرون آمدند و بر مردمان جعفر زدند. مردمان جعفر بازگشتند و حرب اندر گرفتند و از حصار مردمان بابک نیز بیرون آمدند و با جعفر و سپاهش حرب کردند تا نماز دیگر و بانگ برخاست و خبر به افشین شد. افشین با همه سپاه بازگشت و به جای خیش بایستاد و جعفر از مردمان بابک بسیار بکشت و ایشان را به حصار اندر راند و در حصار ببستند و جعفر باز نگشت و هم بر در حصار حیلت کرد و هر در پیوست و اون مردمان بابک که در کمینگاه بودن خیشتن را از کمینگاه برهانیدن و بخارا خدیو هنوز در اونجا بود با سپاه به هر ایستادن. افشین 5000 مرد به مدد وی فرستاد تا با کمین حرب کردن. پس جعفر کس فرستاد که تاری شد و نه وقت حرب کردن حصار است و جعفر باز آمد با اون سپاه و افشین 3 روز از لشکرگاه نجنبید و جاسوسان فرستاد تا بداند که از لشکر بابک چند کم شده است و بداند که کمینگاه کمین کجا ساختند و سپاه ندانستند که او چرا بنشست و علف تنگ شد و مردمان پیش افشین شدند و بنالیدند که ما را علف و طعام نماند. افشین گفت هر کس شما صبر نتواند کردن بازگردید که با من سپاه امیرالمومنین است، به شما هیچ حاجت ندارم و من از ایدر نخواهم رفتن تا برف بگیرد و سپاه سلطان با من به سرما و گرما صبر همی کنند، شما نتوانید صبر کردن. مردمان از پیش افشین بیرون آمدند و گفتند افشین با بابک سر یکی دارد. یکی بودن میگوید مردمان متوعه، یعنی مردمانی که در واقع جز لشکریان اصلی معتصم نبودن، آمده بودن کمک و اینها گفتن که آقا داره سرد میشه و اینها، گفت برید من به شما احتیاجی ندارم. افشین آگاه شد، دیگر روز حرب را بساخت و برفت و با اون سپاه بر اون کوه بایستاد که جای او بود و بخارا خدیو را بر اون جایگاه به پا کرد تا راه کمین نگاه دارد و مجمر جعفر را بخواند و گفت بسم الله، سپاه پیش توست، هر که را خواهی با خویشتن ببر، از سوار و پیاده و تیراندازان و حرب کن. جعفر گفت مرا یاران من تمام است و من بر ایشان ایمنم و اگر مدد باید بخواهم. به جعفر با یاران برفت به دره ها و به در حصار و متوعه را افشین بخواند و گفت هر سویی که شما خواهید از حصار یک رنگ بگیرید و بودلف را با ایشان بفرستاد و برفتند ایشان و فراز هر شدند و هر بندر پیوست به تیر و به سنگ و افشین درم بسیار سوی جعفر فرستاد و گفت هر که از یاران تو کاری کند که تو اون بپسندی مشتی درم به دوده و بدره دیگر سوی بودلا فرستاد و او را نیز همچنان بگفت و سقا اون را گفت بیستید و اون مردمان را آب دهید و مردمان بابک از حصار بیرون آمدند و حرب کردند تا نماز دیگر بیستادند و افشین با لشکر بازگشت به لشکرگاه و 2 هفته اونجا ببود و حرب نکرد و بفرمود تا علف بیاورند بسیار و تدبیر حرب همی اندیشید تا او را خبر آمد که بر در حصار گروهی است. هر روزی بابک اون سرهنگ را که نام وی آزینه است با همه سپاه بیرون همی فرستد و بابک به حصار اندر کس نمی گذارد. افشین دلیلان و جاسوسان بفرستاد تا اون را درست کردند و بدانستند. اینا حوادثی بوده که می افتاده. این پایداری کرد افشین که سپاه مجدد بفرستن. معمولا در روزگار قدیم جنگ می شد، زمستان که می رسید دیگه جنگ رو
تعطیل میکردن چون اسبا لاغر میشدن، علوفه نبود. هر دو طرف معمولا موافقت میکردن که جنگ نباشد. تا همین روزگار آخر در جنگ های ایران و روس یک اتفاق جالبی افتاد که اینجا براتون عرض میکنم که جالب است، و اون این که یک سردار روسی بود، اسمش بود تسی تسیانوف، بهش گفتن سی سیانوف، با ت نوشته میشه سی سیانوف. این آقا اینسپکتر جنرال ارتش روس بود. اینسپکتر جنرال مقام خیلی بلندی است در ارتش، بلندی بود در ارتش روس. ایرانیا به زبان عادی همونطور که ما هاپکپ رو میگوییم قالپاق، به این بابا میگفتن اشپختر. یه بارم داستانش بکنم اشاره کردم. این اشپختر خب خیلی شکست‌ها به ایرانیا وارد کرده بود. بعد زمستان رسید، مثل همین وضعیت افشین، ایرانیا گفتن که پیغام دادن که آقا زمستانه و شما هم مثل ما به رنج اندرید از سرما و گرفتاری و اینا، بیایید موافقت نامه بنویسیم که جنگ رو تعطیل کنیم تا بهار بیاد و اینها. خب وقتی یه جنرالی یه حرفی میزنه، جنرال مقابل خب قبول میکنه. این عکس سیسیانوفه، بیاری نشون بدین. بله، این جنرال سیسیانوف، اینسپکتر جنرال، اشپختر معروف. فرد علی شاه مدس این اشپختر خیلی ذلیل شده بود. یه آخوندی بود آقا به نام شیخ محمد اخباری، یکی از شگفتی های تاریخ اینجاست. اینو مفصل و مبسوط استاد سعید نفیسی در دو جلد کتاب تاریخ اجتماعی روزگار قاجار اونجا آورده. این عاشق محمد اومد پیش فتحعلی شاه. آخه اخباریون داشتیم و اصولیون. اخباریون میگوین ما آیت الله و شیخ و اینا لازم نداریم، با همون اخباری که از پیغمبر رسیده ما میتوانیم دیندار باشیم. لازم نیست آخوند به ما بگوید آقا چگونه دینت رو اداره کن. اینا به اینا میگن اخباری. اینا در جنگ بودن با هم، آخرش هم اصولیا بردن. باری این عاشق محمد رفت پیش فتحعلی شاه گفت آقا اگه من روز فلان سر اشپختر رو بیارم به شما تقدیم کنم، آیا شما ما را بر میکشید و اصولیون رو تضعیف میکنید یا نه؟ گفت بله چنین کنم. گفت خیلی خوب، روز فلان من سر اشپختر رو میارم. همه هم خندیدم بهش که این مردک چه میگه. این رفت در حضرت عبدالعظیم، یک به قول استاد نفیسی یک زاویه پیدا کرد. زاویه یعنی اتاق کوچکی پیدا کرد و یه چیزی هم به دیوار کشید و تنابی به گردنشون نشسته بود، یک اورادی میخوند. هر کس اونجا رد میشد متوجه نمیشد چون خیلی تمرکز کرده بود روی این تصویر، تصویر اشپخته. و روزی که موعود بود که قرار بود که تا ظهر سر اشپخته رو برسوند، فتحعلی شاه نشسته بود، تمام بزرگان لشکری و کشوری هم جمع‌آوری کرده و دور خودش نشسته بود به تخت و ریشش گلاب زده بود و آماده ریشی هم داشت. اینجا ساعت 12 شد، دید خبری نیست، گفت بریم به این شیخ محمد بگین که 12 شد سر اشپختر کو. گفت بهش بگین که اگه اسب این آورنده سر شل شده باشه دیگه تقصیر من نیست، مشکلی اوناست. میاد بعد از یک ساعت دیدن که یک نفر آمد از میدان جنگ، یک توبه بگرد بگه به کولش، سر اشپختر رو همین آقا که دیدین تقدیمش فتحعلی شاه کرد. و یکی از عجایب تاریخ. ماجرا چی بود؟ ماجرا این بود که برف سنگین شده بود، علوفه برای اسبان نبود. ایرانی‌ها و روس‌ها موافقت کردند که بنشینن قراردادی بنویسن که متارکه جنگ کنن، اما ایرانیان اینجا رو نامردی کردن. یک کسی با یکی از تفنگ‌های پوستبر نشست پشت دیوار، زدن پس کله اشپختر، کشتن، سرش بردن فرستادن برای فتحعلی شاه.
من توضیح برای داستان ندارم، ولی احتمال ریاضی که یک کسی یه قولی بده و این چنین درست در بیاد، یک در بلیون هم نیست. نمیدونم آقا چه کلکی زد این آقا. به هر صورت ولی فتحعلی‌شاه اصولیون رو تضعیف نکرد، اخباریون در اقلیت ماندن و امروز که دیگه چه عرض کنم، دیگر مملکت آخونزده شده است. بعضی وقتا طاعون می آمد، این طاعون آمده. خب خدمتتون عرض می کنم که می گوید چون نماز خفتن ببود، هزار پیاده را بخواند از تیراندازان و ایشان را علمها داد سیاه و گفت هم اکنون بروید هم به تاریکی و اونجا که کمینگاه ایشان است، از اون سو بر یک میل. این مایل آمریکایی، این زبان انگلیسی باستی از فارسی آمده باشه، میل میگفتن. بله. به میان کوهاندر کمین کنید و چون بامداد آواز طبل ما بشنوید، علمها به پای کنید و از اون سوی اندر آیید تا ما از این سوی آزین را به میان اندر گیریم. و ایشان برفتند با دلیلان و زاد یعنی آزوغه، آزوغه هم با خودشون بردن. چون نیمه شب بود سرهنگی را بخوان نام به بشیر الفرغانی و مردی حربی مبارز بود و با او هزاران مرد فرغانه بود و ایشان را فرمودی که اونجا که کمینگاه هست یک میل از اون سو بنشینید خاموش تا به بامداد که من بیایم و چنان بروید که کس شما را نبیند. و بخارا خدیب را گفت از پس جعفر بیست. ببینید در اینجا که میگوید از فرغانه آدم آمده بود، خود ما ایرانی ها بودیم، این افشین هم ایرانی بوده متاسفانه. حالا چه نقشه ها در سر داشته ما نمیدونیم و عاقبت خود این آقا را گرفتن کشتن عربا، همینطور که یعقوب لیث صفاری رو از گرسنگی کشتن و سایر وطن دوستان رو اینا کشتن و ما بر سر قبر اینها می نشینیم و گریه می کنیم. این مایه که ما صدمه دیدیم از اینها، از هیچ مردم دیگر ندیدیم. این جمهوری اسلامی هم در واقع یکی از غده های سرطانی همون بیماریه که با جنگ قادسیه وارد مملکت ما شد، یک بیماری بوده. چرا بیماری بوده؟ چون جامعه ما بیمار شد و هنوزم بیماره. بله، خود ایرانیان 3000 مرد از فرغانه آمده. فرغانه میدونید چه فاصله ای داره با بغداد. بخارا خدیف مقام کمی نبوده. و بخارا خدیب را گفت از پس جعفر بیست، چون به هر مشغول شود تو را یاری کن. در واقع دو گروه سپاه فرستاد و احمد خلیل را و سرهنگان را از پس یکدیگر بر سر کوها بپا کرد. پس افشین کس فرستاد که فرغانیان و دلیلان را بپراکنید بدین دره ها اندر و زیر کوها اندر کس بجوید. و فرغانیان برفتند تا چاشتگاه همی جستند. وقتی چاشتگاه بیافتند آزین به کمین ایستاده به میان کوها با 7000 مرد به 3 گروه و ایشان با گروه بابک و آزین برآویختند و خبر به افشین رسید. اونا هم وارد بودند به کارشون و مقاومت جانانه کردند. افشین جعفر را بفرستاد که به هر فراز شو با یاران خیش. و از پس او بخارا خدیب را بفرستاد با خیل خیش و هر سرهنگی را همی فرستاد با سپاه از پس یکدیگر تا آزین را مشغول کردند و افشین با خاصگان بر جای همی بود. چون همه سپاه به هر ایستادند، افشین بفرمود که طبل ها بزدند. چون اون سپاه پیاده که ایشان را نماز خفتن فرستاده و بانگ طبل شنیدند، دانستند که افشین آمد. علم ها باز کشیدند و همون جا که بودند از پس حصار اندر طبل بزدند و با علم ها بر سر کوه آمدند. نقشه جنگی خیلی خطرناکی کشید این آقای افشین برای گرفتن بابک. اجازه بفرمایید که چون وقت تمام شده است ما این کتاب رو ببندیم و بقیه مطلب رو به روز دیگر
محول کنیم. از شما که توجه کردید بسیار سپاسگزارم، همچنین از سپهر گرامی و همه شما هموطنان در هر جا که هستید. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین.